می شود. زوزه های موفق ربعی، مشاور امنیتی قبلی مالکی، جاسوس بی مغز و سرسپرده دیکتاتوری آخوندی. اعضای مجاهدین باید سالها پیش به دولت ایران تحویل داده می شدند. این سرطانی است که عراق به آن مبتلا شده است. خبرگزاری سپاه پاسداران، حل بحران الانبار و نوشیدن جام زهر. مقام امنیتی عراق گفت برخی از ما نوشیدن جام زهر را از امام خمینی یاد گرفتیم. خبرگزاری سپاه پاسداران، 13 بهمن 1392. افشاگری مقام امنیتی عراق در گفتگو با فارس. برای حفظ امنیت ملی عراق جام زهر را می نوشیم. الربعی بر این باور است که بحران‌های عراق به طور عام و بحران استان الانبار به طور خاص ریشه در 3 عامل خارجی دارد که عبارتند از اشغالگری آمریکا، بحران سوریه و نقش رژیم‌های عربی حوزه خلیج فارس. این در حالی است که الربعی از نقش عوامل داخلی نیز صرف نظر نمی‌کند که موجب شده در کنار عوامل خارجی این بحران تشدید شود. از جمله این عوامل داخلی آن است که برخی از مردم فریب خورده و در ابتدا سلاح به دست گرفتند و تا کنون نیز به این روند خود ادامه می‌دهند و هنوز باور نکرده‌اند که تغییراتی واقعی و حقیقی در کشور روی داده و تلاش دارند اوضاع را به شکل سابق آن، یعنی پیش از سال 2003 بازگردانند. به اعتقاد الربعی جنگ داخلی که در سوریه رخ داد بازتاب مستقیم خود را بر عراق نیز گذاشته است، چرا که موجب تشدید اوضاع امنیتی در عراق شده است. الربعی درباره راه حل‌های بحران الانبار می‌گوید برخی از ما نوشیدن جام زهر را یاد گرفتیم و من در این خصوص شیفته شخصیتی به نام امام خمینی هستم. هنگامی که امنیت ملی ایران را دیدند که به خطر افتاده، گفتند من مجبور به نوشیدن جام زهر هستم. و امروز که عراق در معرض تهدیدات امنیتی قرار دارد، از ما می طلبد که ما نیز برای حفظ امنیت ملی خود جام زهر را بنوشیم و راه حلی مناسب را برای بحران الانبار پیدا کنیم. به اعتقاد مشاور سابق امنیت ملی عراق، مجاهدین همچون سرطانی است که کشور عراق به آن مبتلا شده، اما همکنون کار ریشه‌کن‌سازی آن در حال پایان است و به آخرین روزهای خود رسیده است. وی با بیان اینکه یکی از اهداف مجاهدین دخالت در امور داخلی عراق به صورت منفی است، گفت این گروهک باید سالها پیش از عراق بیرون رانده و اعضای آن به دولت ایران تحویل داده می شدند و همکنون این گروهک راهی جز خروج از عراق ندارد. یادآوری می کنیم که موفق الربعی جاسوس چند جانبه و بیمغزی است که صراحتاً در مصاحبه های تلویزیونی خود به طرح ضد بشری حکومت عراق برای غیرقابل تحمل کردن شرایط برای اشرفی ها صراحتاً اذعان کرده است. سیدت رئیس، معالی نواب برلمان الاردنی، عشت بالاردن و احن کثیرا للاردن، عشت احلى ایام حیاتی بالاردن قبل ان اذهب الى العراق. كنت في العراق ممثل الأمم المتحدة المسؤول عن حقوق الإنسان، وكان ملف السجون في العراق تحت مسؤوليتي، أيضا ملف سكان أشرف كان تحت مسؤوليتي ورعايتي وحمايتي. الحديث يطول كثير في هذا الموضوع، لكن سأختصر كثيرا، فقط أذكر نقاط محدودة. أذكركم بأن سكان السجون بالعراق 85%، وهذا رقم الأمم المتحدة، 85% من السنة،
رغم أن سكان العراق أغلبيتهم شيعة. فهذا يعطيكم فكرة عن ما يجري في العراق. الشيء الثاني في العراق، يتكلمون عن حكومة في العراق. من موقعي كمسؤول في الأمم المتحدة لم أرى حكومة في العراق. رأيت مكتبا لرئيس الوزراء مبنيا على فكرة الطائفية ومنفذ لبرنامج طائفي مبني على التمييز الطائفي، التمييز العنصري، التمييز الديني وكل التمييز هناك. كنت أصطدم بمشاكل كبيرة لما أمشي إلى مكتب رئاسة الوزراء وأجد هناك أناس مسؤولين في درجة عالية لم تكن لهم أي تجربة في الحكم ولا تجربة في الإدارة، وموجودين هناك مسؤولين عن العراق على أساس طائفي. أخرج الكلام طويل وأخرج من هذا أتكلم عن أشرف. في الحقيقة وصلت إلى أشرف سنة 2009 في وقت تحويل مسؤولية مخيم أشرف من الأمريكان للسلطات العراقية، وعندنا الملفات. وللتذكير كان لما كان سكان تحت سلطة الجيش الأمريكي كان القانون الدولي الإنساني يطبق بدقة، كانت حقوقهم الإنسانية محترمة. ولما انتقل الملف من يد الأمريكان للسلطات العراقية وبالضبط مكتب رئاسة الوزراء تحت المسمى لجنة أشرف، لجنة أشرف هذه هي عبارة عن يعني مستشارين خاصين بمكتب رئاسة الوزراء. وكان أنا ذاك في 2009 الرباعي موفق الرباعي هو المستشار، وقالها بالحرف الواحد: سنجعل من حياة سكان أشرف لا تطاق حتى نخرجهم من العراق. وفي هذا الإطار سلطت نوع من المقاطعة عن المخيم بحيث أصبحت التموين والخدمات من بينها الخدمات الطبية لا تصل إلى المخيم. وبذلنا كل المجهود حتى نحاول نخفف الوضع على المخيم، لكن اتهمنا بأننا ندافع عن الإرهابيين. فوجودي في العراق كان وجود للدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية. لكن المشكل أنه ما دمنا في بلد قائم أساسا على الطائفية وإدارة قائمة على الطائفية، فكل من يحاول الدفاع عن حقوق إنسانية مخترقة فأيضا يعتلح هذا المصطلح أنه يدافع عن الإرهابيين.